سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان همراهان تفسیر خبر، هموطنان گرامی در شهرهای مختلف، اعتصاب کنندگان در صنف‌های مختلف از بازار تا کامیونداران و دیگر اصناف ایران، همبستگی ملی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران رو به کجا داره؟ چگونه میشه این همبستگی رو مستحکمتر و سریعتر به هدف نهایی نزدیک تا هدف نهایی برپایی نظامی در ایران که مجری منویات و خواسته های مردم ایران باشه، رنگین کمان مردم ایران، اقوام مختلف ایران، تأمین کننده منافع ملی مردم ایران باشه در عرصه بین المللی بر بستری از دوستی با همه ملت ها و کشورها. جلوه هایی از این روند رو در ایران میبینیم در میون جوانان و نسل‌های دیگر ایران و همبستگی با اونها توسط ایرانیان خارج از کشور. دو میهمان گرامی داریم در استانبول، خانم شراره مهبودی فعال حقوق بشر و در تورنتو آقای اشکان یزدچی فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود پس از شنیدن گوشه‌ای از اونچه که سرکار خانم فاطمه سپهری از زندان منتشر کردند، خطاب به مردم ایران، خطاب به افکار عمومی جهان. بانوی ارجمندی که در عرصه سیاسی ایران مورد احترام همگان هست و پیروان همه ادیان و نهله‌های سیاسی. پی خواهیم گرفت پس از گوشه‌ای از سخنان سرکار خانم سپهری گرامی. سلام هم میهنان، از همه دوستان میخوام که در این فراخوان‌ها شرکت کنند و از فراخوان‌ها حمایت کنند و نگذارند خونه‌جین‌ها، کیان‌ها و خدا نورها، ابوالفضل‌ها، حدیث‌ها فراموش بشه و جمهوری اسلامی رو اینجوری راحت رها نکنید. همراه بشید، همت کنید، اتحاد، همبستگی تا جمهوری اسلامی بره، تا جمهوری اسلامی از بین نره. ما روز خوش نداشتیم و نخواهیم داشت. اکباتان 15 آذر همه پاساژ بسته است، از صبح بستن، دمشون گرم. عراق سه‌شنبه 15 آذر اعتصابات. دست مریضات به این اتحاد، دمتون گرم. آذر بجنور تمام کسبه همچنان در اعتصابات سراسری. امروز 15 آذر اعتصاب بازاریان یزد. برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال برازش برای سترهای گناه ممنوعه برای گریه های. خب من قبل از برنامه آغاز گفتگو با مهمانان عزیز به یک موضوع اشاره کنم. هر دو مهمان گرامی شما یعنی تفسیر خبر دارای حیوانات همسفران خانگی هستند، همسفران ما در این کره. خانم شراره مهبودی گربه‌ای به نام دلبر و آقای اشکان یزدچی سگی کوچک با نام لیلیان که اونطور که به من اطلاع داده خود ایشون داره دنبال کنندگانی نیز در رسانه‌های اینترنتی هست. لیلیان امیدوارم که در طول برنامه اگر فرصتی شد اومدن حضور پیدا کردن، نه آقای یزدچی و نه خانم مهبودی کاری به کارشون نداشته باشن، اونها مهمان ما هستن بدون تعارف. خوش اومدید خانم مهبودی عزیز. درود خدمت شما جناب چالنگی و همه هموطنان عزیزم. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم. ممنون از حضورتون. خوش آمدید آقای یزدچی، بعد از غیبتی طولانی از تورنتو با ما هستید. درود خدمت شما جناب چالنگی نازنین، درود بر هموطنانمون، درود بر نسل جوانی که تو 2 ماه و نیم گذشته خواب و بر علی خامنهای و سپاه تروریستی پاسداران آشفته کرده. درود بر بانو فاطمه سپهری که دفعه گذشته که من اینجا بودم در نیمه دوم برنامه ایشون بودن با پیام شجاعانه‌شون از داخل زندان. فکر کنم یک بار دیگه ستون‌های جمهوری اسلامی رو لرزوندن. در خدمت ببینیم مردم بالاخره با دینداری دیگران کاری ندارن. برم خانم سپهری مورد احترام همگان هستن. بعد از این همه لطماتی هم که زدن حکومت چون این نیست؟ دقیقاً جناب چالنگی، این انقلابی که شما شاهدش هستین، خیزش اخیری که در ایران شروع شده، یک خیزش ملی میهنی فارغ از اعتقادات شخصی که به چه دینی باور داشته باشن، با حجاب باشن، بی حجاب باشن و فارغ از جنسیت و قومیت، همه فقط یک خواست مشخص دارن و اونم سرنگونی جمهوری اسلامیه. و این در واقع این خطی که بخوان مسلمان برانداز از مسلمان غیر برانداز در واقع فقط بیان بگیم که فقط افرادی که اینجا هستن معتقد به حجاب نیستن، نه اینطوری نیست. خیلی بسیاری فیلم‌های بسیاری اومده بیرون که خانم‌ها با چادر بر علیه جمهوری اسلامی شعار میدن و از همجا باید به درود به این بانوان دلیل بفرستیم، من جمله خانم سپهری، من جمله خانم گوهر عشقی. خب من همینجا یه نکته بلافاصله اضافه بکنم که اون دروغی که از بس تکرار شده به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده مورد قبول خیلی هست که اینکه رضاشاه به زور آمد و حجاب رو از سر زنان برداشت. حالا یه پاسبان، دو پاسبان ممکن چون این کاری کرده باشه، داستان چیز دیگری بوده و واقعیت نداره. و الان هم میبینیم همین دروغ و باز آخوندها اومدن سر دادن که حجاب رو از سر دختران میکشن و اینها. راست میگن خانم مهبودی؟ بله بفرمایید. نه بفرمایید. بفرمایید خانم مهبودی، میپرسیم از صحبتی بود شما حتما خواهید. خانم مهبودی عزیز چرا همچین دروغایی میگن؟ من دارم میبینم دخترم میگه ما حجاب نمیخوام، بقیه چیزای حکومت هم نخواستیم. جناب چالنگی، مسئله حجاب و کنترل حالا اون ساختار مردسالارانه و کنترل بر بدن زن مسئله یک روز دو روز نیست. اگر ما بخوایم در تاریخ بهش نگاه کنیم، ولی ما این روزها در جمهوری اسلامی شاهد قوانین بسیار بسیار زن ستیزانه‌ای هستیم که مبناش رو به شرع و دین اسلام قرار داده که خیلی فراتر از مسئله به نظر من حجاب هستش و حجاب رو هم جمهوری اسلامی به عنوان نماد هویت اسلام سیاسی خودش، یعنی برای اسلام سیاسی خودش داره با این نماد خودش رو هویت یابی میکنه و مردم، به نظر من مردم ایران در حال حاضر کاملا آگاه هستند و باور دارن به سکولار بودن، به لایسیته، به اینکه انسانها با هر تفکری، هر دینی که دارن در دل خودشون، در خانه‌های خودشون، و اصلا برای همین انقلاب کردن. خود این رو ما میتونیم در شعار زن، زندگی، آزادی ببینیمش، یا نمودش رو میتونیم در خیابانها ببینیم. اتفاقی که در سیستان و بلوچ ما از فاطمه سپهری عزیز گفتید که عزیز دل ما هست، از گوهر عشقی گفتید که حجاب از سر برداشت، که به نظر من انقلابی بود در دل انقلاب ما. من دوست دارم اینجا از زنان بلوچی بگم که به خیابانها اومدن، امید رو در دل تک تک ماها زنده کردند و شعار دادند چه با حجاب چه بی حجاب ما میخوایم از این حکومت عبور کنیم. یعنی دغدغه ما این مسئله حجاب نیست که جمهوری اسلامی یکی از مسائل و یکی از خواستها هست، ولی جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه تقلیلش بده به مسئله حجاب. خواست مردمی که به خیابان اومدن، مردان و زنان در تمام شهرها، در تمام از تمام طبقات اجتماعی، عبور از جمهوری اسلامی و تمام قوانین. ما نمیتونیم بگیم حالا فقط زن ستیزانه بوده، نه، به مردان، به جوانان. ما میبینیم که به همه اقشار جامعه در هر صنفی که بودند مستبدانه و بیرحمانه برخورد کرده و مردم دیگه به خیابون اومدن و میخوان عبور کنن. و شما میتونید در لایه‌های مختلف جامعه، چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها، این اعتراض رو ببینید در این روزها. خب اشکان عزیز، شما صحبتی داشتید قبل از؟ من فقط میخواستم همین موضوع رو بگم که فقط یه در واقع از یه قشر خاصی نیستن. شما میبینین که مردها پشت زنها هستن در تمام این انتظار. همین 2 روز پیش تو عراق جاویدنام مهدی عالمی جونش رو به خاطر این از دست داد که رفت در واقع جلوی یه خانومی که میخواستن دستگیرش کنن نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و در واقع جون خودش رو سر همین داد. و این زیبایی این خیزش اخیره که همه در کنار هم متحد، فارغ از حالا هر دینی که دارن، هر پوششی که دارن، کنار هم دیگه هستن و خواستشون هم فقط در واقع حجاب نیست. حجاب و گشت ارشاد اینا در واقع موضوعیت نداره الان. و علت این که میبینین که لابی جمهوری اسلامی تو خارج خیلی از جمع شدن گشت ارشاد استقبال میکنه، به خاطر اینه که دوست داره که جمهوری اسلامی بمونه. ولی شما میبینین که هیچ کدوم از این در واقع لابیای جمهوری اسلامی در مورد پیام بانو فاطمه سپهری صحبت نمیکنن، چون به نفعشون نیست. خب نمیشه هم از اونا توقع داشت که اونا بازی خودشونه دارن. اصلاح طلبای در داخل هم همینا رو میگن. من دیدم عباس عبدی هم صحبت کرده که بیایم فرصت بدیم به حکومت اصلاح کنه خودشو. خود عباس عبدی مجرمه، یعنی حکومتی که یه پاش مثلا تروریستایی مثل عباس عبدی هستن از کجا باید اصلاح بشه؟ 43 سال همه همصدا هستن و اینو انداختن این وسط مسئله حجاب رو که یکی میگه آره یکی نه. واقعا نشوننده چیه؟ سردرگمی حکومت بازی چه هست؟ شما جناب چالنگی، شما تصور کنید که امروز اگه تمام بانوان ایران حجاب نداشته باشن جمهوری اسلامی نمیفته، ولی وقتی جمهوری اسلامی بیفته فردا یعنی براندازی جمهوری اسلامی مردم مختارن هر مدل، هر نوع پوششی که دوست داشته باشن و بپوشن. و این در واقع این خطی که تمام اینا رو تقلیل میده به حجاب و اینجوری چیز میکنه که حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، نه. واقعیتش اینطور نیست. جمهوری اسلامی اگرم تمام اینا رو تعطیل بکنه که نمیکنه و تنها اینا به طور موقت ممکنه تحت فشار یه خبری رو بدن بیرون که فعلا گشت ارشاد چیز شد، متوقف شد، اینا در واقع برای فریب مردم و سالیان سال سابقه داشته که در واقع جناحین جمهوری اسلامی از این روش استفاده کردن برای اینکه بخوان افتادن جمهوری اسلامی رو عقب بندازن. قبل از که بپردازیم به سه روز پیاپی اعتصابات و همبستگی در این مسیر، در همین زمینه باز من پرسشی دارم خانم مهبودی عزیز که اخلاقیاتی در ایران بود پیش از جمهوری اسلامی، خیلی قدیم ها، به مرور با قدرت گرفتن زنان در عرصه حقوق شهروندیشون که با اقدامات رضاشاه آغاز شد، هر انتقادی که منصفانه غیر منصفانه نسبت به دوران رضاشاه پهلوی باشه یک نقطه عطف در تاریخ ایرانه. بارها من اینو که به وسیله ابزار دموکراتیک قدرت جابجا شد، برای اولین بار شاید در خاورمیانه بدون خونریزی قدرت جابجا شد با وسایلی مثل مجلس و ابزاری مثل مجلس. بگذاریم این قتل‌های ناموسی است. الان باز می‌بینیم با اخلاقیات جمهوری اسلامی دوباره راه افتاده، یعنی میره دخترشو میکشن، میبرن جلو خونه شیخ قبیله میذارن که بفرمایید ما چقدر ناموس پرست هستیم از این حرفا. اینو چطور می‌بینین؟ اینو نشونه چه درجه از انحطاط اخلاقی انسانی می‌بینین در ایران؟ ببینید اگر بخوایم یک مقایسه ای رو داشته باشیم از زمان پهلوی و قاجار با زمان الان، خب با قوانینی که در زمان پهلوی گذاشته بودند که با اومدن حکومت ملاها اونها رو برداشتن، مثل قوانین حمایت از خانواده که خیلی مسائل رو در نظر گرفته بود و قوانین زن ستیزانه‌ای که من بهتون گفتم بر اساس شرع هست، اونها بیشتر باعث میشه که باعث این قتل‌های ناموسی میشه. به اضافه ما نمیتونیم به عرف و سنت رو هم ندیده بگیریم، ولی عمدش به خاطر اون قوانین هست. شما اگر یادتون باشه پدر رومینا که با داس دخترش رو کشت، قبلش تحقیق کرده بود که چقدر این قتل ناموسی باعث میشه که چند سال زندان برن که گفته بودن 5-6 سال بیشتر طول نمیکشه و خب این قانون، همچین قانونی باعث میشه که ایشون بره و دختر خودش رو بکشه. در همین هفته گذشته ما با 4 قتل ناموسی روبرو بودیم و این خیلی آمار زیادیه. این حالا یک تعدادی از اون هست که در این گیرودارها به گوش ما رسیده و وقتی که ما داریم شعار زن زندگی آزادی میدیم، دقیقا یک دختر 17 ساله در اهواز توسط پدرش کشته میشه. این دختر رو میبرن تحویل شیخ میدن سرش رو، به خاطر اینکه ما میبینیم که این دختر اولا مسئله کودک همسری که یک قانونه که در همه این سالها کنشگران زن هر چقدر تلاش کردن این قانون تغییر نکرد. یعنی در جمهوری اسلامی هیچ قانونی تغییر نمیکنه، هیچ کدوم از مطالبات مردم هرگز جواب داده نشده. یعنی این انقلابی که ما باهاش روبرو هستیم به خاطر اینکه به هیچ کدوم از مطالبات ما حتی کوچکترین ریزترینش هم جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، این قانون رو تغییر نداده و اون همچین قانونی است که باعث همچین قتل‌های ناموسی میشه که ما توی مشهد داشتیم، توی تهران داشتیم که با تبر یک زن کشته میشه، در کرج داشتیم و این دختر 17 ساله که متاسفانه خبرش رو شما شنیدید که خیلی من تشکر میکنم. مطمئنا این روزها ما با قتل‌های حکومتی زیادی روبرو هستیم در جای جای وطنمون، ولی نباید فراموش کنیم قتل‌های ناموسی و افرادی که دارن بر اساس این قوانینی که جمهوری اسلامی گذاشته مورد ظلم قرار میگیرن. ممنون که شما به این مسئله اشاره کردید و امیدوارم با تغییر جمهوری اسلامی و تغییر این قوانین و فرهنگ سازی ما در فردای ایران آزاد با این مسائل روبرو نباشیم. بله خب در ایران پیش از انقلاب قانون حمایت خانواده بود که به هر حال حقوق بسیاری داشت به عنوان ایرانی، به عنوان همسر، به عنوان مادر و بسیاری موضوعات که پایمال شد و رفت. در شرعیات فقه شیعه و فقهی که جاری هست و حکومت کنه. و برای همین مجموعه یزدچی عزیز، مجموعه اخلاقیات جمهوری اسلامی، مجموعه اقتصادیات جمهوری اسلامی، مجموعه سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه این مجموعه کنار همین مجموعه بزرگتری به قول نصرت رحمانی شاعر عزیز ما تشکیل میده که این مجموعه حکومت فقیه. مردم اینو نمیخوان. الان هم کامیوندارا و بقیه هم اعتصاب کردن، بازارم تقریبا بهش پیوسته به اعتصابات دیگه. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ من یه نکته فقط در مورد همین موضوع بگم، شما نکنین در دوران پیش از فتنه 58 57 در واقع ما شاهد این بودیم که دادگستری مرحوم داور بودن، در واقع تو ایران ناسیونال مرحوم خیامی بودن، آموزش پرورش زنده‌یار فراخرو پارسا بودن. غالباً نسلی که تربیت شده اون دوران باشن مشخصه که چه مدلی مملکت رو اداره می‌کردن. ولی وقتی که قوه قضاییه‌ای که لاریجانی و شاهرودی و در واقع رئیسی باشن، آخر سرش بهتر از این هم نخواهد شد. در مورد اعتصابات که شما فرمودید، بله امروز همین الان فیلم‌ها از تمام نقاط ایران، یعنی اقصا نقاط کشور نگاه میکنید تمام جا اعتصاب بود، نمیشه فقط یه جا رو فقط نام برد. و فیلم‌ها از تظاهرات باز دوباره در از شمال تا جنوب تمام در واقع مناطق کشور بود و این زیبایی این خیزشه که مردم یک صدا پشت همدیگه هستن، شعار میدن از ایزه تا کردستان، از زاهدان تا کردستان. و این در واقع این نشون میده که چقدر این موضوع نشون میده همبستگی تا چه اندازه هست. همین صحبتی هم که بانو فاطمه سپهری هم که اشاره کردم و اینی که پدر و برادر بسیار از جانباختگان تو مناطق کردستان یا دایی زنده یاد مهسا امینی روی این موضوع تاکید کردن که این اصلا قومیتی نیست و تمام در واقع اقوام و تمام مردم کنار همدیگه برای ایران دارن این خیزش رو انجام میدن. من اشاره کردم در زمان رضاشاه هست، دادگستری که از ملایان گرفته شد، هم دادگستری هم آموزش، این دو رکن ارکان اساسی جامعه و به طرف مدرنیزمی که در اون زمان رایج بود رفتن. اشاره جناب یزدچی به داور هست و بقیه وزرای دادگستری که بودن که بعدا به خلخالی و موسوی اردبیلی و بقیه سپرده شد. نگاه شما رو جویا هستیم از ترکیه وقتی دنبال میکنید، به ما چه خواهید گفت؟ الان بازاری که یک زمان پایگاه اقتصادی حکومت بود الان مدت‌ها نیست، چون همه اقتصاد افتاده دست خود آخوند، بازارم یه مقداری دستش هست، ولی پایگاه اخلاقی حکومت آخونده همچنان بود یا اعتقادات مذهبی. این هم بازارم رو گردونده، روشو برگردونده از حکومت، مردم پیوسته به اعتصابات. شما به ما چه خواهید گفت خانم مهبودی گرامی؟ جناب چالنگی، این اتفاقات نشون دهنده اینه که آخوند در تمام ابعاد حکومتداریش شکست خورده و حتی در کنترل و سرکوب مردم، حتی در به وجود آمدن ترس و ارعاب در مردم. امروز به تمام افرادی که در انصاف مختلف بودن پیامک دادن که اگر مغازه هاتون رو باز نکنید و اگر به این فراخوان‌ها جواب بدهید ما مغازه های شما رو پلم میکنیم، حساب هاتون رو میبندیم، ممنوع الخروجتون میکنیم. دقیقاً پیامک دادن و من به دست من رسید چند تا از این پیامک ها توسط هموطنانمون و مردم متحد شدن، یعنی حالا چه بازاریان، چه هنرمندان، چه دانشجویان، چه در شهرهای بزرگ، چه شهرهای کوچیک و حتی در روستاها ما شاهد این بودیم که یعنی شاید یکی از گسترده ترین اعتصابات بودیم امروز که به خاطر از دل همونطور که میبینید انقلاب این روزها حالت رویداد محور به خودش گرفته و به خاطر روز دانشجو که از دل دانشگاه ها فراخوان داده شده بود، مردم در کنار دانشجویان قرار گرفتند، بازاریان که همونطور که خودتون گفتید، هنرمندان. ما عکس برزو ارجمند رو امروز داشتیم با پرچم شیر و خورشید که خیلی واکنش های زیادی رو برانگیخت و این نشون دهنده این هستش که مردم واقعا در قلب خودشون، در ذهن خودشون عبور کردن از جمهوری اسلامی. و ما در شیراز با این مسئله مواجه بودیم که روی پلاکاردها، روی اون بیلبوردهایی که زده بودن برنامه چیه نوشته بودن انقلاب، دارن از روی دیوارها کلمه انقلاب رو پاک میکنن. یعنی انقلاب رو، این کلمه رو ما تونستیم مال خودمون کنیم و جمهوری اسلامی دیگه از این به بعد هر جایی کلمه انقلاب رو ببینه در کنار شعارها پاک میکنه و این نشون میده که ما پیروز شدیم و یک قدم جلوتر رفتیم و جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره که عقب گرد کنه و باید بپذیره شکست خودش رو. اشاره کردم به آقای برزو ارجمند، بازیگر تئاتر که آمدن و من دیدم امین عزیز در توییترش طنز قابل تأمل توجهی رو به کار برده که بعد از دیدن این عکس که پرچم ایران در دست برزو هست، عموی او داریوش ارجمند از سمت برای مالک اشتر استعفا داد. سمت مالک اشتر چون در یه سریال بازی کرد. داریوش ارجمند از بازیگران سینما، سریال‌های تلویزیونی که تملق و چاپلوسی از جمله کسانی است که تملق و چاپلوسی رو هم به ابتذال کشوندن. تملق گفتن بعضی از شاعرای بزرگ ما، ولی خب دست کم غزلی زیبا هست، ولی اینها حتی به ابتذال کشوندن. بقیه چه میتونن رو کنن؟ آقای یزدچی عزیز، میبینیم آقای علی دایی مغازه‌هاشون تعطیل کردن ولی همچنان کنار مردم هستن. آقای علی کریمی هستن و خیلی های دیگه. بقیه چه میتونن بکنن غیر از این حالت بین دو صندلی نشستن و یه توییتر مختصری منتشر کردن و اینا؟ چه کارهای عملی تری میتونن انجام بدن؟ اما هنرمند کار بود. جناب چالنگی، چند سال پیش اگه اینجا صحبت میکردیم از سلبریتی‌های حکومتی میگفتیم که در واقع اینها از بازوهای جمهوری اسلامی بودن که دم هر انتخابات اینا رو بسیج میکرد. دروغایی که خودش دوست داشت بگه، مثل دروغ تحریم دارو رو از زبون اینا میگفت، همونطور که حجاریان گفته بود که حرفامون رو از زبون سلبریتی‌ها بزنیم. در واقع این الان جمهوری اسلامی حتی از سلبریتی هایی که خیلی به خودش نزدیک بودم نمیتونه استفاده کنه. بسیاری از هم افرادی که تو این مدت پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو تکرار میکردن از جمهوری اسلامی دست شستن. فوتبالیستا شما نگاه میکنید، بسیاری از اینا الان هر کدومشون داخل کشور یا بیرون از کشور، مثل آقای علی کریمی، در واقع کاری میکنن که جمهوری اسلامی هر روز از دست اینا داره هرس میخوره. یه مرزبندی با شر وجود داره. شما نمیتونین که همزمان نون تو کره دو طرف به قول معروف بمالی. شما یا سمت مردم هستی یا سمت جمهوری اسلامی. بسیاری از این افرادی که تو این مدت، تو این چند ساله حداقل، دو دل بودن که حالا به خاطر منافع مالیشون که کدوم سمت رو باید انتخاب بکنم، من فکر میکنم که تو این روزهای اخیر به سمت مردم اومدم و ما باید از این موضوع استقبال کنیم و در واقع از ریزش هایی که از جمهوری اسلامی میشه استقبال بکنیم و روش ها رو بیشتر بشه و در واقع تو یه نقطه‌ای بالاخره هر فردی تصمیم میگیره که ببینه که میخواد نونش رو تو خون مردم بزنه یا میخواد سمت مردم باشه و این همون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی فرو میپاشه. خانم مهبودی، الان فرصت خوبی طلایی است در واقع برای کسانی که همچنان به گفته اشکان اونور قضیه هستن بیان این طرف. الان حدود من دیدم منتشر شده یکی از مسئولان خانه سینما یا جای دیگه که بیش از 40 نفر از اهل سینما در زندان هستن، بازداشت هستن و بقیه موضوعات. الان فرصت واقعا مناسبیه نیست؟ نظر شما چیه؟ اصلا کافیه تا اونجایی که رفتید حالا الان به بعد بیاید این طرف؟ ببینید دقیقاً ما هر روز که داره میگذره این دایره افرادی که دارن به مردم میپیوندن همراه میشن، از هنرمندان، از ورزشکاران، از دانشجویان، از خود مردم، این دایره هر روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه و دیگه به نظر من همونطور که شما گفتین دیگه جایی برای وسط وجود نداره. یعنی ما دیگه رنگ خاکستری نداریم، ما میگیم یا سیاه یا سفید، شمایید که انتخاب میکنید در کدام سمت بیستی، در سمت سیاهی یا در سمت سفیدی. در فردای ایران آزاد میخواید یک مبارز باشید، میخواید یک تماشاگر باشید یا میخواید یک مزدور باشید. امروز روزیه که باید تصمیم بگیرید که در فردای ایران آزاد و آباد میخواید خودتون رو در کجای این انقلاب تعریف کنید. انقلابی که واقعا ما میبینیم توی این روزها به بلوغ خودش رسیده، بدون اینکه هیچ نهاد و تشکل مستقلی بخواد فراخوان بده، فراخوانها از دل خود مردم بیرون میاد و مردم با تمام فشارهای اقتصادی که روشون هست در این روزها استقبال میکنن، میپیوندن و تلاش میکنن برای عبور از جمهوری اسلامی. به نظر من ما، یعنی من به شخص فکر میکنم که این دوستان هر چه زودتر باید در دست زنان و جوانان و افرادی که در میدان هستن بگذارند، همونطوری که چه افرادی که در داخل ایران هستن چه افرادی که در خارج از ایران هستن. اگر اجازه بدین من اشاره‌ای بکنم به دوستانمون که در فرانکفورت اعتصاب غذا کردن 12 روزه و امروز من شنیدم که 6 نفر شدند و افراد دیگه از جای دنیا دارن به اونها میپیوندن و خواسته های مشخصی دارن و اینها خیلی امیدوار کننده است برای ما و من فکر میکنم این اتحادی که بین مردم وجود داره، مردمی که در داخل ایران و خارج ایران هستن و میخوان عبور کنن از جمهوری اسلامی، حالا چه اپوزیسیون که حالا میتونن با اتحادی که در بینشون شکل میگیره، با ائتلافی که در بینشون شکل میگیره، چه افرادی که در ایران هستن و هنوز دو دل هستن، با پیوستن به این مردم میتونن باعث بشن که هر چه زودتر ما از این حکومت مستبد عبور کنیم و من خیلی دوست دارم باز خواسته های این دوستانمون که در فرانکفورت هستن رو بگم که اعتصاباتشون به خاطر اینه که اینها خواهان بسته شدن کنسولگری، اخراج کارکنان، قرار گرفتن سپاه در لیست تروریست هستند و میخوان که دنیا انقلاب مردم رو به رسمیت بشناسه و اگر در کشورهای دیگه هم مردم ایران بتونن در جلوی کنسولگری دست به اعتصاب بزنند، این خیلی میتونه موثر باشه. یعنی ما هم در کنار مردمی که در ایران هستن میتونیم همچین فعالیت‌هایی رو داشته باشیم. خب ببینیم پیشنهادی است. آقای یزدچی، پیشنهاد خانم مهبودی به نقل از کسانی که در فرانکفورت به اعتصاب غذا دست زدند، در داخل ایران همبستگی به شکل رو به افزایش و استحکام بیشتر در جریان است. خارج از ایران من به عنوان کسی که حدود 40 سال شاهد هستم، از نزدیک به امواج مختلفی رو دیدم، شاهد بودم به شکل‌های مختلف، به نحوی متفاوت ساختارش میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه تا اون که در داخل است. دست بازتری دارن خلاصش. چه میشه کرد؟ همین کاری، همین پیشنهادی که ایشون دادن، یه راه حل عملی کنار تجمعات، بستن راه‌ها به فرصت طلبانی که مثلا منحرف کنند پاستا رو یا هر چه کرد، تحصنا در برابر سفارت و وزارتخونه‌ها، جاهای مختلف. چه کارهایی شما توصیه میکنید به عنوان یک فعال سیاسی آقای اشکان یزدچی؟ تو این کانادا الان مخصوصا تو این مدت داره بیشتر روش پیگیری میشه، اینه که از طرف حزب مخالف ترودو پیگیری میشه، قرار گذاشتن نام سپاه پاسداران در لیست کامل سپاه پاسداران در لیست گروه تروریستیه. وقتی لیست کامل در واقع سپاه در این لیست قرار بگیره، این دیگه تمام شریان جمهوری اسلامی رو تو کانادا میبنده، دیگه تحت عنوان مثلا آقازاده حالا یا تحت عنوان صرافی، نمیدونم کار فرهنگی یا حتی لابی جمهوری اسلامی اینجا فکر میکنم که ضربه شدیدی بخوره. دیروز هم اینجا ما اعتصاب کامیوندارا بودن در حمایت از اعتصاب کامیوندارا داخل کشور و خواستشون هم همین قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه تروریستی در کانادا بود که متاسفانه اخیراً جاستین ترودو فقط یه 10,000 نفر رو گذاشت که اصلا مشخص شد که این اسامی کی هست و در واقع یه عدد بود و هیچ کار در واقع اصولی در این رابطه انجام نشد، ولی امیدوارم که در آینده نزدیک همچین اتفاقی بیفته تو کانادا. خب این کانادا بقیه جاها چه کار میتونن بکنن؟ فقط همین بیان من سال هاست اینو گفتن، یه بیانیه نوشتن، نامه نوشتن، کار عملی چه میشه کرد؟ چه کاری میشه کرد به نظر شما؟ من فکر میکنم که حداقل خیلی بسیاری افراد هستن تو همون شهرهایی که هستن اطلاعات خیلی خوبی از عوامل جمهوری اسلامی تو خارج از کشور افشا میکنن و عرصه رو اینا تنگ میکنن. توی آمریکا یه همچین اتفاقی افتاد، توی کانادا، توی اروپا اینها رو شرمسار میکنن. همین که جمهوری اسلامی بدونه که تو خارج از کشور براش نقطه امنی نیست و میتونن برن همون جایی که دوست داشته باشن، برن ونزوئلا، برن جایی که در واقع اینها رو پذیرا هستن، ولی اینها در ممالک آزاد جایی ندارن و فکر میکنم توی مدت هم کارهای خیلی خوبی شده تو خارج از کشور و عرصه بر اینا تنگ شده. شما چه پیشنهادی اضافی میکنین بر ایرانیانی که در فرانکفورت به یه همچین اقدامی دست دادن و یه همچین خواستی دارن؟ چه میشه کرد خانم مهبودی؟ چطور شعاری دوستانمون رو در فرانکفورت تحسین میکنم در وهله اول و امیدوارم که در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم یکی از کارهای مهم دیگه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که دست لابیگرهای جمهوری اسلامی رو کوتاه کنیم. دقیقاً یعنی اینها رو شناسایی کنیم، افرادی که همه جا هستن، یعنی در رسانه ها هستند، در فضای مجازی هستند، در شبکه‌های به زبان‌های خارجی در هر کشور، یعنی نمیتونیم اتاق فکر جمهوری اسلامی رو دست کم بگیریم. در این 40 سال بیکار نمونده. در خصوص مثلا ما مستنداتی که برای سازمان‌های حقوق بشری می‌فرستیم، اونها هم مستندسازی می‌کنن، میدن دست لابیگرهاشون و اونها هم نامه‌های خودشون، مستنداتی که خودشون درست می‌کنن رو می‌فرستن. ما هر چقدر بتونیم اینها رو شناسایی کنیم، اتحاد داشته باشیم با اینها، اجازه ندیم در دانشگاه‌ها نمایندگی کنن، مردم ایران رو سخنرانی کنن، اجازه ندیم حتی در تجمعات، و اینها رو به هم دیگه از طریق شبکه‌های مختلف معرفیشون کنیم، شرمسارشون کنیم. همونطور که جناب عزت پران گفتن، این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه به این انقلاب. یعنی علاوه بر پتیشن ها، علاوه بر اخبار، افشاگری هایی که انجام میدیم، بپردازیم به لابی های جمهوری اسلامی. منظور شما آقای یزدچی عزیز هستن دیگه، نیست؟ اصرار گفتم، بله یزدچی. خب سخنی دارید اشکان عزیز؟ بله، من فکر میکنم که اگه تو همه کشورها یه تیم حقوقی، چون تو کانادا همچین چیزی انجام شده و تو ونکوور و دارن، یعنی وکلای هستن که دنبال این هستن که این عوامل جمهوری اسلامی رو، لابیستای جمهوری اسلامی رو، اینا رو به مراجع قانونی معرفی کنن، خیلی به طور قانونی و به طور از مجاری درستش پیش برن که بتونن در حقیقت یه مشکل درست برای این افراد ایجاد کنن تو بقیه کشورام. چون اینها خیلی کارشون این هستش که به واسطه منابع مالی زیادی که دارن، در واقع لابیستای جمهوری اسلامی، افرادی که این افشاگری‌ها رو میکنن، تهدید به شکایت حقوقی میکنن. قبلا هم کلا تو آمریکا لابی جمهوری اسلامی این کارو کرده، ولی کاری که میتونن بکنن که وکلایی که مردمی هستن در کنار افرادی که این افشاگری‌ها رو میکنن باشن و بتونن در واقع حرکت مثبتی انجام بدن. بله، همونطور که میگید خب آقای حسن دایی به طور نمونه علیه لابیستای جمهوری اسلامی، یعنی کسی که آشنا نیستن با این کلمه، پادوهای حکومت فقیه در اینجا در آمریکا لابیگری، بازارگرمی را انداختن برای دولت‌ها، یه امر قانونی میتونه باشه و یکی از خیابان‌های معروف واشنگتن دفاتر لابی‌ها هست که در اینجا آقای حسن دایی اومدن چنین کردن و محکومم کردن. سریتا پارسی و بقیه دار دسته‌ای که در نایاک بوده و موفق شدن. برحال چه اقداماتی میشه که اشاره کردن؟ تشکل، سازماندهی و بقیه موضوعات و پیگیری و استمرار. همراه شما عزیزان خواهیم بود. دو مهمان گرامی، آقای اشکان یزدچی در تورنتو، خانم مهبودی گرامی، شراره مهبودی گرامی در ترکیه، و دو مهمان ناپیدا، لیلیان در تورنتو، سگ نازنین آقای یزدچی و گربه نازنین خانم شراره در استانبول. دلبر با شما خواهیم بود پس از گذری به گوشهایی از ایران. تزوین 14/9/1401. تمام خیابون‌های خیام بستن و گروه گروه در حال تظاهرات هستیم. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. 14 آذر، ستارخان. آذر، منطقه جردن. خانم مهبودی عزیز، مبادا که این گربه نازنین رو زندانی کرده باشید، جایی محبوس باشه. نه خواب ساعت خوابش از بعد. بسیارم خوب. نگرانی ما رفع شد. چه ایرانی رو شما خواستار هستید؟ چه ایرانی رو بعد از این رفتن این مجموعه میخواید شما برپا کنید خانم مهبودی؟ ایرانی آزاد، آباد و برابر برای همه ایرانیان. به چه شکل؟ برابر به چه شکل؟ یعنی در چه زمینه‌ای؟ بر چه اساسی؟ چه چیزی ضامن چنین ایرانی و ادامه همین وضعی که شما برقرار کردید میخواید برقرار باشه؟ چه چیزی ضامنش هست؟ قانون چی؟ بیشک قانون، قانونی که از دل اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاد، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر اون سند بالادست ما باشه و ما قانونمون رو بر اساس این اعلامیه و کنوانسیون ها بنویسیم و مطمئنا اگر این اتفاق بیفته بیشک ما به همه این موارد خواهیم رسید. همینطور آقای یزدچی؟ بله، منم موافقم و یه چیزی که در مورد این در واقع انقلاب مردم میشه دید این که انقدر این نسل در واقع شیک پاسارگادی انقدر فهمیده هست، انقدر هوشمند هست، انقدر هوشیار هست، انقدر میدونه که چه نمادی یا نماد درفش کاویانی رو میاره، پرچم شیر خورشید رو میاره، سرودش سرود ایرانه و در واقع بر آیین ملی تاکید میکنه. این نسله که برای آینده ایران آینده رو اینها میسازن و برای همینه که میشه امیدوار بود به آینده ایران، چون که این جوان‌ها هوشمند هستن. حتی شعارهایی که میدن در مقابل سرکوبگران شعارهای هوشمندانه، شعارهایی که در واقع حق مطلب رو ادا میکنه و وقتی ما با یه نسل، با یه همچین نسلی در واقع طرف هستیم که خودشون همه چی رو میدونن، میشه به اون مملکت امیدوار بود و 100% حکومت بعد جمهوری اسلامی هم یه حکومت سکولاره، یه حکومت در واقع مبتنی بر دموکراسی خواهد بود، حالا فارغ از اینکه شکلش چه مدلی باشه و در واقع اون چیزیه که مردم در نهایت تصمیم میگیرن. من اصطلاحش پاسارگادی رو به کار بردن که این اصطلاح رو دوست دیرینه من بیش از حدود نیم قرن دوستی مانوک خدابخشیان عزیز به اصطلاح ابداع کرد و رواج داد. مانوک عزیز که مفسر ورزشی بود و گزارشگر ورزشی، پس از بزرگان گرامی عطا بهمنش گرامی که افتخار همکاری با ایشون من سالها داشتم در مجله تماشا، و دوست عزیز حبیب یا ایرج روشنزاده بهترین گزارشگر بود و تازه شروع کرده بود گزارشگر ورزشی که وارد عرصه سیاسی شد. نسل شیک پاسارگادی، اصطلاح مانوک خدابخشیان. شما از زبون خودش شنیدید، از زبون مانوک شنیدید نیست؟ اشکان عزیز. بله، ایشون لطفم داشتن به من زنده خدابخشیان پست‌های منو بعضی موقع‌ها شیر می‌کردن و در واقع مانوک خدابخشیان یک اصل رو داشت همیشه تکرار میکرد که لای خطوط رو بخونید، یعنی در واقع فقط خبر رو نگاه نکنید و این اصطلاح نسل شیک که پاسارگادی و سیندرلاهای ایرانی هم اصطلاح زنده یاد خدابخشیان. مانوک خوندن یکی از بسیار اون زمان جوانی در تلویزیون که بودیم همراه هم بسیار همیشه میخوند، به روز بود، همیشه در عرصه‌های مختلف به روز بود. حتی من در عرصه تئاتر می نوشتم، مانوک باز در عرصه تئاتر هم اطلاعاتی داشت و خیلی هم جالب و به روز در عرصه مختلف میخوند، بسیار میخوند و میدید همه اینا. روانش شاد همین نسل شیک پاسارگاد، همین نسل جوان که ثمره مبارزات بیش از 40 سال نسل‌های دیگه است. از بویری ها بگیریم در آنچه که قیام نوژه بود و پیشتر از اون مبارزان دیگری، این نسل آیا قادر نیست نظامی رو که شما میخواین برپا کنه؟ چون خیلی اومدن حکومت این رواج داده ما بریم مثلا ایران سوریه میشه. حالا بگذاریم از اینکه به سود هیچ کس نیست قدرت های خارجی که ایران وضعیتی پیدا کنه مثل سوریه کشور مهمی است ولی از نظر اثرات در منطقه و بین المللی اهمیت ایران رو نداره. ایران هر اتفاق مهمی مثل انقلاب 57 امواجش به سراسر دنیا اومد، هنوز گرفتارم دنیا. آیا قادر نیست اون چیزی که شما میخواین برپا کنید؟ این اهانت به مردم نیست که میگن قادر نیستن ایرانی ها و باید بیایم اصلاح وقت بدیم به حکومت مثل عباس عبدی و بقیه؟ خانم مهبودی، به قول شاهزاده رضا پهلوی، هر کسی به جای این روزخونها بیاد میتونه کشور رو به خوبی اداره کنه. من فکر نمی کنم ما باید نگران رفتن اینها یا فردا ایران باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و ما هرگز من فکر نمی کنم شبیه سوریه یا هر انقلاب دیگه‌ای بشیم. چون که اگه افرادی که این صحبت‌ها رو میکنن دلیلش اینه که شناختی نسبت به مردم ایران ندارن. اصلا مردم ایران جنسشون، اخلاقشون، رفتارشون، ایدئالهاشون، به خصوص جوانانی که این روزها در خیابانها هستند، اگر با اونها صحبت کنیم، پای حرفهای اینها بنشینیم که من بسیار باهاشون در ارتباط هستم، خیلی خیالمون راحت میشه که دقیقاً آگاهن، بیدارن و این انقلاب نیست، یک رنسانسه که در ایران داره اتفاق میفته و نوید بخش این هستش که نه تنها حالا هی میگن بهار عربی، به قول خانم جمیل ندایی که من دوست دارم این تعبیر رو از خودش اینجا بگم، بهار ایرانی. یعنی ما اصلا نباید مقایسه کنیم این انقلاب رو و بگیم بهار عربی. این یک بهار ایرانی است که از دل ایران بلند شده و میتونه خاورمیانه رو نجات بده و میتونه دنیا رو نجات بده. همین جوانانی که دارن عمامه پرانی میکنن و میخواهند از حکومت عمامه سالار عبور کنند و به دنبال حکومتی مردمی سالار هستند. اصلا نباید نگران باشیم، اصلا و اصلا نباید نگران باشیم. اینها خودشون راهبر هستند و میدونن که چی میخوان و برای همینه که با دستان خالی ولی متحد دست بر زانوی خودشون گذاشتند، یعنی گذاشتیم و به دنبال کمک هیچ کسی هم نیستیم و میخوایم عبور کنیم از جمهوری اسلامی و به این خودباوری رسیدیم. ما جوانان ایرانی، دنیا باید این رو بپذیره و باور کنه و همراه بشه با ما. یعنی چاره‌ای جز همراهی نداره که هر روز که میگذره ما میبینیم که اونها هم بیشتر و بیشتر به ما توجه میکنن و انقلاب ما رو به رسمیت میشناسند. خب اشاره کردم باز به اسم دوست نازنین دیگری، خانم جمیل ندایی بازیگر تئاتر که صدای اون برای نعس‌های متمادی در شهر قصه میشنویم، شنیدن صدای دلنشین شهر قصه بیژن مفید رو و نمایش بسیار بسیار مهم شهر قصه رو که باز اینجا فرصت کمه درباره بیژن گفتن و کار او. بیژن مفید آقای روانشاد وقت بسیار میخواد و کاری که گروه شهر قصه انجام دادن و کار ارجمند خانم جمیل ندایی. سپاس بسیار داریم از شما خانم مهبودی گرامی در ترکیه و امیدواریم روزی روزگاری در ایران و پس از جمهوری اسلامی وضعیت جوری باشه نه تنها انسان ها بلکه ایوانات نازنین همسفران ما امنیت داشته باشه، به سگهای نازنین اسید نخورانند بر اثر اعتقادات ولایت مداران و گربه های عزیز محترم باشند حتی زمانی که روی چینه ها عبور میکنند و نه نجس توسط ولایت مداران. با سپاس از شما و سپاس از شما آقای یزدچی گرامی. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. درباره اون چی که محمد خاتمی و عباس عبدی و احمد زیدآبادی درباره اصلاح طلبان اخیراً گفتند در کانال شخصی یوتیوب به طور مفصل صحبت کردم. مایل بودید میتونید مراجعه کنید به کانال یوتیوب من. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز سهند و سبلان آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزاکرس تفتان بینالود و درفک کوساران تاراز منگشت و زرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد